سلام سلام، خیلی خیلی خوش اومدین به تویچ استپ هشت. من خیلی ممنونم که از کسایی که اومدن امشب تویچ من رو ببینن. خیلی خوشحالم که اومدین تویچ من رو ببینین و من امشب میخوام در مورد تایپ اسکریپت حرف بزنم و خیلی اگه بخوام تجربه هم بگم، حسی که الان دارم یه خورده استرس دارم، ولی استرس هم مثل تویچه قبل نیست، ولی خوبم. امشب میخوام در مورد من قبلا کاری که میکردم، میومدم یه پاورپوینت درست میکردم و در پاورپوینت هم توضیحاتی مینوشتم، ولی این سری انگار تو ذهنم پاورپوینت منسوخ شد و گفتم که میام سرچ میزنیم و از رو سرچ هامون توضیح میدیم، دیگه نیازی نیست 2 ساعت پاورپوینت درست. و این تویچه خورده متفاوت تر از تویچه قبلیه. تویچه قبلی من چیکار میکردم؟ میومدم یه کدی آماده میکردم، صحبت میکردم، کد میزدم، یا یه پاورپوینتی آماده داشتم و نصفش پاورپوینت میرفت و نصفش کد. ولی من این سری اومدم چیکار کردم؟ اومدم یه تودو نوشتم و تودو اینطوری بود که 2 روزه، یعنی استارت تودو نوشتن رو زدم، یعنی در از 3 روز، ولی روز دوم تصمیم گرفتمش که بیارمش رو انگولار. از منتوره عزیز درخواست دارم که بعد اینکه تویش تمام شد نگین چرا از انگولار استفاده کردین، چون من تصمیم گرفتم که در مورد انگولارم یه مطالعه داشته باشم و ریفکتور کنم خودم و بیارم رو انگولار. یعنی من در از اومدم یه تودو با HTML CSS نوشتم و وقتی که میخواستم تایپ اسکریپت شروع کنم، گفتم چه کاریه، میرم ریفکتورش میکنم، یه تجربه جدید کسب میکنم و با انگولار پیاده سازیش میکنم. امروز داشتم این قسمت کراشش و ادیت و این چک باکس کار میکردم و گفتم که میخواستم یعنی بیشتر از این کار کنم، داشتم کار میکردم ولی خب دیدم تایمم نمیرسه و یه تویچ 20 دقیقه ای دارم و بعد بیام اونو توضیح بدم و گفتم که چه کاریه، میام همینو توضیح میدم و قدم به قدم میگم که چی کار کردم و هدف این که بیام انگولار رو توضیح بدم و ندارم، فقط ریفکتور رو شاید توضیح بدم که چی کار کردم واسه ریفکتور. و قبل اینکه برم سراغ کدها، من قرار بود کدها رو، یعنی اینا رو همه رو پاک کرده بودم و میخواستم کد بزنم ولی کد نمیزنم. وقتی که داشتم کد میزنم یهو رفتم تو دیوار و گفتم که اگه مثلا بخوام تو تویشم این کار انجام بدم امکان داره که استرس بگیرم، فریز شم و اینا. گفتم که چه کاری، کامنت میکنم، دونه دونه از کامنت در میارم و توضیحشون میدم. اول از همه، حالا که توضیح دادیم که قراره تو این 20 دقیقه که 18 دقیقش مونده چی کار رو انجام بدیم، اول از همه بیایم در مورد تایپ اسکریپت صحبت کنیم که تایپ اسکریپت چی هست و چرا اینقدر زبان محبوبیه و چرا باش کارهای بزرگی انجام میدن. تایپ اسکریپت چی هست؟ تایپ اسکریپت یک زبان برنامه‌نویسی متن باز و کامپایلری که توسط شرکت مایکروسافت توسعه داده شده و پشتیبانی میشه و امکانات پیشرفتی که مایکروسافت به تایپ اسکریپت اضافه کرد. و الان تایپ اسکریپت یکی از محبوب ترین زبان‌های دنیاست که باهاش پروژه‌های بزرگی و در فریمورک های وب مثل انگولار با تایپ اسکریپت میزنم. این از این. و یه موضوعی که هست، اینم یادم رفت بهتون نشون بدم. و یه چیز دیگه که میخوام بگم اینه که ما تو تایپ اسکریپت، بذارین اینجا بهتون نشون بدم، app config.ts ما پسوند تایپ اسکریپتمون رو میام با TS مشخص میکنیم. برای پسوند جاوا اسکریپت هم میامدیم از JS استفاده میکردیم و خب بروزرهای ما کاری که انجام میدن اینه که نمیتونن تایپ اسکریپت بخونن، در عوض جاوا اسکریپت میخونن. پس اینجا چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که میفته اینه که
مرورگر ما، یعنی ما می تایپ اسکریپت رو کامپایلر میکنیم به جی اس، یعنی ما کد های تایپ اسکریپت میزنیم ولی مرورگر ما اونو جاوا اسکریپت میخونه. سادش همینه. خب حالا بیایم رو تو دو. من گفتم که این تودومو با انگولار نوشتم، یعنی ریفکتور کردم و اتفاقی که افتاد چی بود؟ من سیستم عاملم رو کنم یه هفته یا ده روز عوض کردم و خب این یه هفته ده روز اصلا تایم نداشتم مثلا یه سری برنامه رو نصب کنم و الان قلم ندارم، مجبورم با موسم بهتون نشون بدم همونطور که داریم میبینید. من اومدم چیکار کردم؟ یه کامپوننت درست کردم به اسم تودو. تودوی من چی قرار داره؟ این قسمت مستطیل شکل من و قسمت هدر من میشه چی؟ میشه این قسمت guest add a new task و write new task here، اینپوت این قسمت و باتن add قرار داره. یعنی میشه اینجا و قسمت بعدی که میشه قسمت main میشه که گفتش که این قسمت مین من توش شیاد توی شیمنش قرار داره، قسمت این اد تسکا هستن و قسمت این باتن های آلو اکتیو و کامپلیت و دانلود و آپلود و اینا قرار داره. خب و این قسمت پایینم قسمت بوتر من هست، این پایین که توش تو دو لیست اپلیکیشن و کتاب آدرس هست و من کاری که کردم اومدم اینا رو باز خوردترش کردم، یعنی قسمت مینو هر چیزی که توش قرار گرفته مثل چک باکس و ادیت و رشم و قسمت ال آی و یو ال یاده سازی کردم و این توضیحاتی بود که نیاز دونستم که بهتون بگم و خب الان میخوام که رو کد به شما یه سری چیزها نشون بدم. قرار بود گفتم قرار بود که کد بزنم ولی خب تصمیم گرفتم به جای اینکه کد بزنم بیام یه خورده توضیحش بدم. توضیح بدم به نظرم بهتره. خب. اینو بیاریمش پایین. خب من اومدم اینجا تو ایمپورتش اینپوت و آوتپوت و ایونت اینتر رو نوشتم و اومدم چیکار کردم؟ اومدم آوتپوت رو تعریف کردم، نوشتم که گلسته نیاز به آف برم، گفتم که یه اینپوت نوشتم که یه تسک داره که از نوع استرینگه. یه چیزی که خیلی جالب بود واسه من این بود که اگه ما اینجا اینو ورداریم دیفالت این میشه استرینگ، اگه اینجا ما تسکو خالی برابر خالی بذاریم اتفاقی میفته اتوماتیک استرینگ شناخته میشه، ولی ما میایم چیکار میکنیم؟ خیلی سریع همون استرینگ رو مینویسیم و همجا تعریفش میکنیم و بعد اومدم تو HTMLش. اینجا که میبینین ما تو قسمت کودهای تایپ اسکریپت هستیم، اینا کودهای تایپ اسکریپت هستن. حالا این قسمت HTML من هست، من اومدم تو این اسپنم نوشتم چی؟ گفتم که هر وقت تسک رو اینجا تعریف کردم، گفتم که هر وقت اسپن من تسک شد اینجا به من تسکو نمایش بده و بعد اومدم گفتم چی؟ گفتم الهی من کجا قرار داره؟ تو یو ال. میام تو یو ال گفتم که اپ الهی من هر وقت که ال آی یعنی تسک اوندش تسکی نوشته شد تسکو به من نمایش بده، که من اینجا عدد شکو ننوشم اینجا بذار بردم خاموش. ببینید اینجا تغییر کرد. اگه من بیام اینو
اینجا بنویسم بازم و چهار و پنج بنویسم، اتفاقی که میفته اینه. میبینین؟ و حالا یه چیز جالبی که بخوام بگم، ما الان خب تو HTML داریم همچین کاری انجام میدیم. من دارم خیلی خیلی بیسیک تایپ اسکریپت رو مینویسم. به قول جادی وقتی پروژه بزرگ میشه که از قدمای کوچیک شروع کنه کار کردن، و پس من اینجا نمیخوام بیام چیز بزرگ بزرگ رو نشون بدم، همون قدمای کوچیک کوچیک رو دارم بهتون نشون میدم، پس شاید واسه تون خیلی کوچیک به نظر بیاد، ولی اصلا نگران نباشین. تو استپای بعدی، تو استپای دوتا، استپای بعدی من اینا رو پیشرفتش میکنم و اگه شد میام اینا رو توضیح میدم دوباره، یعنی بهتر شدنش رو میام توضیح میدم. اینجا یه اتفاقی که امکان داره که ما مثلا الان اینجا 5 تا تسک وجود داره، شاید ما مثلا بخوایم 1000 تا تسک وارد کنیم، میام اینجا نمیتونیم اینجا مثلا بنویسیم اپ ال آی تسک و فلان و فلان. میام اینجا یه فرم میذاریم، حالا من فقط اون چیزی که تو ذهنم هست و میگم، نه اینکه بیام بنویسمش. الان چیزی تو ذهنمه که میخوام پیاده سازیش کنم، یعنی داشتم انجامش میدادم ولی خب نرسیدم. و میام اینجا چیکار میکنیم؟ یه فرم می‌نویسیم با ng فرم، اگه اشتباه نکنم ng فرم هستش، می‌نویسیم و به جایی که مثلا هی اینا رو تکرار کنیم با ng فرم کارمون راه میفته. این از این. حالا قدم بعدی که من تو تایپ اسکریپت برداشتم چی بوده؟ الان فکر کنم منتوری که اینجا هست، من یه سوال اینجا دارم میخوام مطرحش کنم. یه باگی واسه من به وجود اومده. باگی که وجود داره اینه که وقتی که اینجا این آیکونه، آیکون ها رو بهش میدم، برای من مشکل به وجود میاره. یعنی میخوام تو اینجا کد هامو بنویسم، اجازه نوشتن به من نمیده، واسه همین مجبورم همیشه کامنتش کنم. یعنی الان ببینید وقتی که کامنتش میکنم رنگ کدهای من اصلا تغییر پیدا میکنه. خیلی جالبه، ولی خب الان موضوعی نیست، ولی دوست دارم که بعد تویش بهم فیدبک بدین که چرا اینطوریه. و قسمت بعدی که میخوام در موردش بگم آوتپوت، یعنی خروجی چک باکس هستش، که من اومدم یه آوتپوت نوشتم، بعد نوشتم چک باکس ایونت نیو ایونت المنتر از جنس بولین، و اومدم واسش یه فانکشنی تعریف کردم به اسم تست چک باکس، گفتم به اسم بولین. یه چیزی که میخوام بهتون بگم، تجربه‌ای که داشتم این بود که وقتی که داشتم این کد رو مینوشتم، من اسم فانکشنم رو گذاشته بودم چک باکس، ولی وقتی که اومده بودم اینجا تعریفش کرده بودم ارور به من تحویل میداد و خیلی من عصبی کرد و نزدیک 2 ساعت کام تایم منو گرفت. و اینطوری بود که وقتی که اسمش رو تغییر دادم درست شد، با اینکه من چک باکس رو حتی کپی کردم ولی نمیدونم چرا نمیخواد. اومدم گفتم چی؟ گفتم که یه فانکشن دارم ورودیش چک باکس هست از نوع بولین، و گفتم چیکار کن؟ گفتم که کنسول لاگ کنش. بعد منم چیکار کردم؟ بعد منم تو اینپوت هم گفتم چی؟ گفتم که هر وقت رود کلیک شد این فانکشن رو واسه من اجرا کن. حالا ما میریم یه تست میگیریم، ببینید وقتی که روش کلیک میشه، بذارین زومش کنم، خیلی زومش، وقتی که زومش، وقتی روش کلیک میشه، روی چک باکس من کلیک میشه، اتفاقی که میفته ترو میشه، و وقتی که از حالت چک باکسی درش میارم فالس میشه. و پس یعنی چی؟ یعنی کنسول ما، یعنی فانکشن ما داره درست کار میکنه. حالا بریم سراغ فانکشن بعدی که قرار بود روش کار کنیم، ادیت بود، و میام اینجا آوتپوتش رو از کامنت در میارم. گفتم آوتپوت ایونت ادیت ایونت و نوعش از نوع استرینگ باشه. چرا؟ چون قراره چی رو ادیت کنه؟
قرار استرینگ ادیت کنه، اون چیزایی که ما اینجا می نویسیم استرینگ دیگه، قرار استرینگ ادیت کنه، واسه همین جنسش از نوع استرینگ بذاریم. و اومدم تو HTMLش گفتم چی؟ گفتم هر وقت رود کلیک شد این فانکشن رو بخون. خب حالا ما یه تستش میکنیم. من ورودیش رو هانیه گذاشتم که ببینم اصلا درست کار میکنه یا نه. ببینید وقتی که رو بزنید، یه بار رفرشش کنم، ببینید تسک دو وقتی رو ادیتش این دکمه کلیک میشه هانیه به من نشون میده. اینجا هنوز تو اینجا هیچ چیزی تغییر نمیکنه، فقط تو کنسول این تغییر ایجاد میشه. و کار بعدی که من انجام دادم تو دیلیت تسک بود و یعنی قسمت، اومدم گفتم چی؟ اومدم گفتم که اینپوتش اسمشو نمیشم، بعد نوعشم از نوع استرینگ هست، جنسش از نوع استرینگ هست. و یه کار باحالی که کردم این بود که فانکشن رو وقتی که نوشتم بهش ورودی ندادم، یعنی هیچی توش ورودی نیست. و تو اینجا گفتم که task ببخشید this dot task. چرا؟ چون ما ورودیمون خیلی کارا میشد اینجا انجام داد، ولی من بهترین کاری که به نظرم اومد این بود. چرا؟ چون ما از قبل task رو تعریف کردیم و اینجا میگیم که this dot task. و بعد انتظاری که دارم وقتی که اینجا دیلیتو میزنم تسک دو رو اینجا به من نمایش میده، وقتی رو تسک سه میزنم تسک سه رو به من نمایش میده، و همینطور چهار و پنج. این از این. حالا کاری دیگه که هم انجام بدم، حالا این رو از آن کامنت در میارم و بذاریم یه لحظه. حالا میخوام که یه رفرشش کنم. من کار افتاد یا اینجا این هم از کامنت در اینا رو بذارین. الان بهتون توضیح میدم قرار چه اتفاقی بیفته. پیش میکنم و دو نگاه با یک فره خب ببینیم کار میکنن. آره خب اومدم گفتم چی؟ اومدم حالا یه قدم اومدم بهترش کردم خودمو کار کردم. اومدم گفتم که this checkbox event emit check، به جای اینکه کنسول لایک شه از ایمیت استفاده کردم، و همینطور از واسه ادیت و دیلیت. و الان اتفاقی که میفته اینه که وقتی که رو اینم بذارید بهتون نشون بدم، رو تو یو تو جاوا اسکریپت تو تایپ اسکریپت این قسمت مدام یه فانکشنی تعریف کردم، گفتم که یعنی در اصل مدام تو HTMLش گفتم که هر وقت که چک باکس ایونت رو ایونت کلیک شد این فانکشن واسه من اجرا بشه. و اومدم تو تایپ اسکریپت گفتم یه فانکشن تعریف کردم، همون فانکشن چک باکس ایونت رو، و گفتم که نوش از نوع چک و جنسش از نوع بولینه، و گفتم که کنسول لاک کن from your person component تو، و گفتم که کنسول لاگ کن چک. و وقتی که من رو اینا میزنم، وقتی رو چک میزنم به من نمایش میده که چه اتفاقی داره میفته. دوباره اینو کار نمیکنه.
یا کار میکردم. من دقیقا همین قسمتش رو قبل اینکه وارد تویچ یعنی وارد جلسه بشم به باگ خوردم و الان هم ایده ای ندارم که چرا اینطوری شده و آنلاین دیگه همین 19 دقیقه هم شد ولی خب یه دقیقه هم تایم من عقب‌تر 20 دقیقه این بود تویچ سپه 8 من امیدوارم مفید بوده باشه واسه تون و خیلی ممنونم که اومدین و تا اینجا همراهیم کردین. این باگم پیدا میکنم و تو تویچ بعدی میام میگم باگش کجا بوده که الان چرا ادیتو راشش کار نمیکنه. ولی ممنونم که تایمتون رو گذاشتین و اومدین. مرسی.